أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را برایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. ما معتقدیم اونچه که انسان در زندگی به او نیاز دارد در قرآن عظیم الشان بیان شده. تنها عاملی که به دستور خداوند پیامبر و ائمه معصومین سعادت دنیا و آخرت ما را تضمین می کند، پروا پیشه کردن و رعایت تقواست. لذا مکرر به این نکته تذکر داده شده و توجه داده شده که تقوا را حفظ کنید و خودتان را با تقوا از هر آسیب و ضرر محافظت کنید. الا فسونوها و تسبنوا بها. هوشیار و بیدار باشین، تقوا را حفظ بکنین و خودتان را با تقوا هر لحظه از هر آسیب و مشکل نگه دارین و حفاظت کنین. امید است که هممان به این تذکر خداوند و به این راه سعادت و خوشبختی توجه کامل داشته باشیم. همون گونه که شما بزرگواران مطلع هستین، امروز 13 ربیع الاول است. در آستانه و در ایام ولادت پیامبر خوبی ها و مهربانی ها قرار داریم. اگرچه در روز ولادت این بزرگوار اختلاف تاریخ است، اما نکته بسیار قابل اهمیت نیست که 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول، علی کل حال ماه ربیع الاول که آغازش با تاریخ هجرت است و 12 یا 17 میلاد این بزرگوار است، می طلبد در خطبه اول بحث را پیرامون ولادت و شخصیت پیامبر اسلام داشته باشیم. به همین دلیل من در خطبه اول خیلی کوتاه درباره شخصیت پیامبر و ولادت پیامبر صحبت را مطرح میکنم و در خطبه دوم
به اهداف این بزرگوار و سایر مناسبت‌ها و موضوعات اجتماعی که لازم است به آنها در نماز جمعه پرداخته شود اشاره خواهم کرد. همه مسلمان‌ها به این باور عقیده دارند که خداوند طبق حدیث معروف 124,000 پیغمبر را برای هدایت انسان‌ها فرستاده و باز هم همه مسلمان‌ها عقیده دارند که اولین پیامبر حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام است و آخرین پیامبر حضرت محمد است. و برای خوشبخت شدن و رسیدن به سعادت دو چیز را باید جامعه انسانی بشناسند، هم قرآن را به حقیقتش بشناسند و هم پیامبر بزرگوار اسلام را در ابعاد مختلف زندگی و رهبری که داشته تأسی کنند و از او پیروی کنند، و الا سعادتمند شدن و به اون درجاتی که قرآن و پیامبر برای یک انسان معرفی کرده نخواهند رسید. این پیامبر یک شخصیت بسیار روشنی داره، یعنی اینطور نیست که برخلاف باور که ما نسبت به انسان ها داریم در رابطه با پیامبر فکر کنیم، نه، در جامعه انسانی در شرایط بسیار سخت به دنیا آمده، 40 سال در کنار مردم زندگی کرده، در 40 سالگی مبعوث به رسالت شده، 13 سال در مکه بوده، 10 سال و چند ماه نزدیک به 2 ماه بعد از هجرتش در بین جامعه زندگی کرده. ما اگر این مقوله ها را به دقت مطالعه کنیم و از روش پیغمبر پیروی کنیم، امروز هم دنیا به این نتیجه رسیده و ما جامعه انسانی و اسلامی هم یقینا در مسائل اجتماعی من شاهد تحول، شاهد اقتدار، شاهد پیشرفت، شاهد عظمت خواهیم بود. در ادوار تاریخ اسلام در هر برهه‌ای و در هر مقطعی که مسلمان‌ها به این موضوع توجه داشتند و در این مسیر اتحاد و همفکری و همدلی داشتند، ما شاهد پیشرفت‌ها، عزت‌ها، عظمت‌ها بودیم. و در هر مقطعی که ما فاصله گرفتیم و بی‌توجهی کردیم، شاهد ذلت، شاهد حقارت، شاهد ضعف و مشکلات فراوانی بوده ایم. به همین دلیل است که با استفاده از این مناسبت من نکات را عرض می کنم. تاریخ ولادت پیامبر مشخصه، 571 سال بعد از میلاد حضرت مسیح علی نبینا و علیه السلام، پیامبر اسلام به دنیا آمد. حالا یا در عبده این ماه که روز سه‌شنبه هفته آینده میشه، یا در 12 همین ماه ربیع الاول که دیروز بود، روز جمعه پیامبر طبق نقل تاریخ به دنیا آمد. بعد از به دنیا آمدن حدود 40 سال خب تربیت شد، آماده شد برای این کار بزرگ. کار آسانی که نیست، ختم نبوت است. یک لگ و 24,000 پیغمبر آمده، این شخصیت شخصیتی است که نبوت ختم میشه. حالا بحث وصایت و بحث انتظار یک بحث دیگری است.
این سلسله انبیا در واقع در مسیر تربیتشان زمام و تربیت و مدیریت جهان را به یک شخصیتی می سپارن که اون جامعه کل است. لذا شناخت این شخصیت بسیار ارزشمند است. در ماه ربیع این شخصیت به دنیا آمد. قرآن از این شخصیت دقیقاً با نام‌های ویژه و خاصه که در متن قرآن آمده یاد کرده. در چهار سوره پیامبر را با همین اسمی که ما مسلمان‌ها زیاد می‌بریم و استفاده می‌کنیم، یعنی محمد معرفی کرده که نماز جمعه ایجاب نمیکنه من اون آدرس ها را بخوانم. و در یکی از آیات قرآن که چون کوتاه است عرض میکنم، در سوره مبارکه صف در آیه 6 پیامبر را با اسم آسمانی، اسم احمد معرفی کرده. اللهم صل علی محمد عجل فرجه. تاریخ می نویسد خب عهدین یعنی تورات و انجیل از پیامبر یاد کرده. همین آیه‌ای که در سوره مبارکه صف است از قول حضرت عیسی ای عبارت نقل شده، سیعتی من بعد رسول، میگوید بعد از من پیامبری می آید که اسمش اینه. یهودی آمد از پیغمبر سوال کرد چرا چهار بار با اسم محمد و یک بار با اون اسم آسمانی که عرض کردم و صفات شما در قرآن بشیر و نذیر است؟ پیامبر فرمود که اما اینه که اسم من چهار بار با این عبارت آمده چون به معنای ستوده است. فرمود که من در زمین ستوده هستم، یعنی نمیشه یک انسان عاقل، یک انسان باهوش، یک انسان فهیم پیامبر را به حقیقتش بشناسه و اسیرش نشه. همین سالها شما اطلاعات عمومی را وقتی مطالعه کنید، بیشترین اسمی که در دنیا گذاشته شده اسم مبارک پیامبر است. غیر مسلمان ها عاشق پیامبرن، اونهایی که اهل مطالعه هستن، محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد، پیامبری که از نو باید شناخت. این کتاب است که غیر مسلمان ها نوشتن. مع الاسف امروز به اون هدف اصلی کم پرداخته می شود. بگذاریم. حضرت فرمودن اینه که اسم آسمانی من اونگونه است چون در آسمان ها پیامبر فرمود من از زمین بیشتر ستوده هستم. اون عبارتی که درباره آقای امام حسین علیه السلام حضرت رضا نقل میکنن شبیه این عبارته. در سمت راست عرش الهی نوشته شده حسین امام خیر و زخر و یمن و برکت است. بعد میفرماید در آسمان ها بزرگتر از زمین هست. امروز اگر نماز جمعه داریم در سراسر جهان اسلام هزاران هزار مجلس نماز جمعه برگزار میشه. الحمدلله در هر روز 5 بار ما نماز میخوانیم و در لابلای نماز چه در واجباتش چه در مستحباتش از پیامبر نام میبریم. حضرت فرمود من در آسمان ها به مراتب از زمین ستوده تر هستم. و اینا مطالعه لازم داره، دقت لازم داره که چگونه این شخصیت در بین آسمانی ها محبوب تر است. بعد اون یهودی پرسید چطوری شما را بشیر و نذیر معرفی کردن؟ یک بخشی از آیات پیغمبره
هم بشارت دهنده معرفی کرده و هم انسانها را از عواقب بی‌دقتی، بی‌پروایی، بی‌تقوایی برحذر می‌دارد. حضرت فرمود دلیلش این است که من پیروانم را به رحمت الهی، به اون بهشت که خودش فرمود قیمت جان شما انسانها غیر از بهشت نمی‌تواند باشد، فلا تبیعوها الا بها، جانتان را با غیر از بهشت معامله نکنید. فرمود من پیروانم را به رحمت الهی مژده میدهم و اگر نظیر هستم به این خاطر است که همه گناهکاران منکران را از آتش و از جهنم و از عذاب میترسانم، همه اونها را به مسیر هدایت راهنمایی میکنم. پیامبر برای هدایت همه بشریت آمده. علی کل حال میلاد پیامبر یک وسیله است برای این که ما این شخصیت رو بشناسیم و یک مناسبت است که به این مناسبت از این شخصیت یاد کنیم. نکته مهمی را که به این مناسبت خدمت شما نمازگزاران عرض بکنم این است که مهم نیست پیغمبر حالا وقتی به دنیا آمد چه اتفاقات افتاد، مثلا از نظر فیزیکی، از نظر ظاهری خیلی اتفاقات افتاد، حالا اونا خوب است، ما را با دقت به یک مسیرهای دعوت میکنه، اما مهم این است که ما شخصیت پیامبر را بشناسیم. خداوند در قرآن در دو سوره بحث الگو بودن مطرح کرده. یکی از سوره هایی که الگو بودن معرفی کرده در سوره مبارکه ممتحنه، خدا می فرماید قد کانت لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، سوره مبارکه اعزاب آیه 21، الگوی قطعی و نمونه کامل زندگی شما پیامبر است. ما بیاییم واقعا الگو برداری بکنیم پیامبر چی کار کرد. وقتی وارد جامعه زمان خودش شد خیلی مشکلات بود، این یک تعارف نیست، یک حقیقت تاریخی است. زنها را زنده به گور میکردن، دخترها را زنده به گور میکردن. من مکرر عرض کردم قرآن کتاب موضوع خاص نیست، بگیم کتاب تاریخ، کتاب پزشکی، کتاب سیاست، نه، اون چی که بشر به اون نیاز داره در لابلای قرآن آدم میتونه پیدا بکنه. خب آیات قرآن بخونیم. وقتی پیغمبر مبعوث شد در خانه کسی دختر میشد، اذا اخبر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا و هو کظیم، صورتش از این خبر سیاه میشد، اعصابش به هم میریخت، حوصله‌اش تنگ میشد. قرآن نقل میکنه با خودش به ناراحتی این بحث مطرح میکرد که آیا این دختر رو با ذلت و خاری نگه دارم؟ ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب، یا این دختر را زنده به گور کنم؟ خب این پیغمبر وقتی مبعوث به رسالت شد مسئله به جایی رسید که خودش میفرماید بهش زیر قدم مادران است. ما اگر قرار است به سعادت برسیم باید از این شخصیت الگو برداری کنیم. قد کانت لکم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اگر میایم از بعثت پیغمبر بحث میکنیم به خاطر این است که روش زندگیش بفهمیم، روش مدیریتیش بفهمیم. ای پیغمبر وقتی در جامعه حرکت میکرد مثل مردم زندگی میکرد، یمشی فی الاسواق، در بازار را میرفت، با اطفال چگونه برخورد میکرد، با اسرا چگونه برخورد میکرد، در مجلس که می نشست با چه سبک و سیاق می نشست. اگر میلاد پیامبر
یک روز بزرگ است که هست، به این خاطر است که ما پیغمبر را بشناسیم. من خیلی در حالات پیغمبر نکات را به ذهنم هست. پیغمبر با اصحاب وقتی برخورد میکرد، اگر نسبت به کسی بدگویی میکرد، حضرت میفرمود که نکنین. ذهن مرا، قلب مرا نسبت به دیگران به تعبیر خودمان حساس نکنین. واقعا وجودش رحمت بود، حضورش رحمت بود. چقدر همدلی به وجود آمد، چقدر ایثار و فداکاری و محبت به وجود آمد. امروز ما از بعثت پیامبر، از هجرت پیامبر و همینطور از مناسبت رحلت پیامبر باید حرف بزنیم و این شخصیت رو بشناسیم. مورخین نوشتن، حالا هم باور مشترک همه مسلمان ها است و هم آیات قرآن این بحث را تأیید میکنه، وقتی پیامبر بزرگوار اسلام به دنیا آمد، مثل همین روزهایی که ما درش قرار داریم، امام صادق علیه السلام میفرماید حضرت عیسی وقتی به دنیا آمد، یعنی 571 سال قبل، ابلیس قبل از ولادت حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام به همه هفت آسمان قدرت رفت و آمد داشت. وقتی حضرت عیسی متولد شدن، که الان هم زنده هستن، و ما قتلوه و ما صلبوه، عیسی را نکشتن، به صلیب نکشیدن، بر رفعه الله الی، خدا عیسی را به آسمان ها برده. با میلاد حضرت مسیح رفت آمد شیطان از سه آسمان ممنوع شد. هنوز به چهار آسمان قدرت پرواز و رفت آمد داشت. وقتی پیامبر بزرگوار اسلام به دنیا آمد، رفت آمد شیطان از همه هفت آسمان ممنوع شد. در آیات قرآن هم این بحث داریم، وقتی میخواست با آسمان ها برود، با شهاب ثاقب، با تیرها و به اصطلاح وسائل آسمانی جلبش گرفته میشد. یکی از مباحث مهمی که در ارتباط با میلاد پیامبر باید دنبالش باشیم اینه که ما دشمن ما نبشناسیم. امروز جامعه اسلامی دشمن کلان و مشترک داره. 63 آیه قرآن بحث از شیطان مطرح کرده. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان دشمن شماست، این دشمنتان را به عنوان دشمن انتخاب کنین. یکی از مباحث کلیدی قرآن حرفای کفاره. شما بیاین آیات قرآن را با دقت مطالعه کنیم، تحلیل کنیم، چقدر آیه داریم در قرآن خدا حرف کافره در آیات قرآن مطرح میکنه، برای که ما مسلمان ها حرف کافره بفهمیم، طرح کفاره بشناسیم، شیطانه بشناسیم، برنامه شیطانه بشناسیم، اهداف شیطانه بشناسیم. نکنه با جهل، با دوری از فرهنگ و از حقیقت شخصیت پیامبر و قرآن، ما در مسیر دشمن تلاش بکنیم، ما در مسیر شیطان قرار بگیریم. و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کفار گفتن این قرآن نشنوید. والغوفی، اگر عبارت قرآن خوانده شد، سعی و تلاش کنین، حرف کفره، که معنای این آیه روشن نشود، معنای قرآن روشن نشود، لعلکم تغلبون، تا کفر پیروز شود. پس به مناسبت میلاد پیامبر لازم است ما شخصیت پیامبر را گفتگو کنیم، به نظاره بنشینیم. سنت حسنه‌ای که سالیان سال در قرنها و در
طول زمان بوده انشالله احیا شود، تجلیل از میلاد پیامبر. من نزدیک 20 ساله 18 ساله در این شهر توفیق زندگی دارم، توفیق حضور دارم. سال 83 آمدم مزار شریف، یادم به مناسبت میلاد پیامبر سراسر شهر مجلس بود، مجالس میلاد النبی در همه مساجد گاهن یک ماه دو ماه طول میکشید. متاسفانه امروز من شاهد اون خلاصه تعظیمی که باید باشه و رشد کرده باشه نیستم. در همین مسجدهای اطراف هر صبح به مناسبت میلاد مجلس بود، علمای اسلامی، بزرگان این شهر، متنفذین حضور پیدا می کردن از شخصیت پیغمبر، از اخلاق پیامبر، از روش پیامبر، از سیاست و تدبیر و از مدیریت پیامبر صحبت می شد. هر کس با شعر، با سخنرانی، با خلاصه تواشه، با ذکر مدح و منقبت اون بزرگواری شخصیت را بیشتر به نظاره می نشستن. متاسفانه بعضی از حرکت ها باعث شده این مقوله کمرنگ شود. ما امیدوار هستیم که در شرایط فعلی الحمدلله مسائل امنیتی که مشکل نداره و تأمین است، قضیه تجلیل از میلاد پیامبر انشالله جدی گرفته بشود. و بسیار زیباست که این اختلاف روایت، یعنی روایت اهل سنت که میلاد پیامبر را به 12 ربیع میدانند و پیروان اهل بیت از برادران اهل تشیع میلاد پیامبر را در عبده این ما میدانند که باز مناسبت دیگرش میلاد حضرت صادق علیه السلام در سال 83 است، این هفته یعنی فاصله 5 روز به هفته وحدت نامگذاری شد. و اینم یک خلاصه درک عمیقی بوده و یک برداشت صحیحی بوده که از این هفته تعبیر شده به هفته وحدت. انشالله ما با صحبت هامان، با مدیریت مجالس و رسانه ها و مراکز آموزش و پرورش و مراکز فراگیری، نمونه از وحدت اسلامی را بیش از گذشته در شهرمان، در کشورمان و در محیطمان شاهد باشیم. تبریک عرض میکنم این ایام خجسته را به محضر همه مسلمین، مخصوصا شما نمازگزاران، خواهران و برادران. خدایا به یمن ولادتش ما را بیش از پیش با قرآن و شخصیتش آشنا بگردان. خدایا با تمسک به قرآن و به سنت و به اطرتش ما را از همه خطرات محافظت بفرما. فرج آخرین یادگارش معجل بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد
و موسى بن جعفر و علی بن موسى و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. تقوایی که تنها راه سعادت و نجات ما است، امید است که هممون لحظه به لحظه به این سفارش خداوند، اولیا و انبیای الهی توجه داشته باشیم. نماز جمعه هم ویژگی های خاص خودش داره، حد اقلش اینه که حج فقرا معرفی شده و در روایات داریم وقتی انسان به نماز جمعه شرکت میکنه، فرشتگان با ابزار در مصلی ها برای ثبت و ضبط اجر و پاداش شرکت کنندگان به این مراسم مهم حضور پیدا میکنند. و دلیل قاطع و مهمش همین آیه شریفه است که در سوره مبارکه جمعه آمده: اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، وقت صدای اعلان نماز در روز جمعه به گوشتان میرسد، فاسعوا الى ذکر الله، با تلاش به ذکر خدا خودتون رو برسانید. این نماز هم جنبه عبادی بالایی داره و هم جنبه اجتماعی و در واقع آگاهی دهندگی بالا داره. به همین دلیل است که اون چی مهم است باید در این فضا مطرح کنیم. قبل از اون که من از وحدت که یکی از مسائل مهم جهان اسلام است و مناسبت میلاد پیامبر یاد کنم، دو سه نکته در فضای نماز جمعه خوب است مطرح کنم تا انشالله بیشتر جوامع اسلامی و مردم ما از این مطالب، حالا انتخاب و در واقع برداشت ما همین بوده، بهره ببرند. جالب است شیخ علی جمعه عضو هیئت علمای ارشد مصر، از علمای بزرگ جهان اسلام و اهل سنت است، از اعضای بزرگ علمای مصر که در چند مدت قبل بزرگان مصر از جمله آقای دکتر احمد طیب که شخصیت بزرگی است، بحث را عنوان کردم که بعد از این درست نیست و مجاز نیست مردم از هر کسی حرف گوش بده. اهل فتوا باید افراد خاصی باشن. ما الحمدلله از این جریان خرسندیم. میدانین در باور ما از هر کس نمیشه تقلید کرد، فتوای هر کس نمیشه قبول کرد، باید مرجع باشه و اعلم باشه، مخالف هوا باشه، مطیع امر مولا باشه، شخصیت های شناخته شده مثل مراجع ازام تقلید، حالا به عنوان نمونه حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله فیاض و حضرت آیت الله شیخ بشیر نجفی که در حوزه علمیه نجف حضور دارن و مراجع ازامی که در جهان اسلام هستن. این شخصیت ها هم یک بحث را مطرح کردن. علی‌کلی‌حال آقای شیخ علی جمعه عضو هیئت علمای ارشد مصر، مفتی سابق جمهوری مصر، یک بحث را مطرح کردن و برجسته کردن، گفتن مولای ما حضرت محمد ایشان فرمودن پیام را ابلاغ کرد و حقیقتی را گفت و این پروردگار آسمان ها و زمین بود که
از بالای هفت آسمان و از فراز عرش عظیم نبوت او را تصدیق کرد. خب اشاره داره به بحث نبوت. بعد ایشان فرمودن که حدیث ثقلین پیامبر، پیغمبر فرمود اینی تارکن فیکم و ثقلین و ثقلین، من در بین شما امتم دو امانت سنگین را به دو چیز با ارزش و سنگین را به امانت میگذارم. اشاره کرد که کتاب خداوند و اطرت اهل بیتم را دو چیز گرانبها توصیف کرد که در بین مردم به امانت گذاشته است و تأکید کرد که بسیار از علمای مسلمان در کتب مشهور خود به آن پرداختن. این بحث مطرح میکنه که پیغمبر این حدیث و این روایت را فرموده و اکثر علمای مسلمان در کتابهاشان این روایت آورده. مفتی سابق مصر گفت حضرت رسول به یقین میدانست، نکته جدید و نکته روز، میدانست که نسل او از 12 نوادهش، نسل او ببخشین از 2 نوادهش حسن و حسین علیهم السلام تمام زمین را از مشرق تا غرب آن فرا خواهد گرفت. ایشان میفرماید، پیغمبر میفهمید که نسل او از امام حسن و امام حسین سراسر زمین را فرا خواهند گرفت. وی تصریح کرد امام حسن در معرض زر قرار گرفت و به شهادت رسید و امام حسین علیه السلام کشته و به شهادت رسید. اما خداوند متعال امام علی زین العابدین فرزند امام حسین را نجات داد. همین بحث را که شما در ماهای عزا محرم و صفر زیاد شنیدین، همان گونه که حسن مسنا و برادرش زید ابلش فرزندان امام حسن علیه السلام را نجات داد و از این 3 انسان نسل پاک و پاکیزه و اولاد شریف به دنیا آمد. بعد جناب آقای شیخ علی جمعه در صحبتاش ادامه میده، میگوید که امروز هم نسل پیامبر در سراسر عالم حضور داره. بعد میآید بحث انتظار و بحث معدویت دنبال میکنه. ایشان تصریح میکنه بحث روایات 12 خلیفه و یاد میکنه از وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. صلوات بفرسته. من هفته گذشته خیلی کوتاه که 8 ربیع شهادت حضرت عسکری بود صحبت کردم، منتها به دلایلی که وقت ایجاب نکرد بحث آغاز امامت آقا را مطرح نکردم. امروز با استفاده از این مقدمه و از این گزارشی که خدمت شما عرض کردم، پیامبر که 63 سال زندگی کرد، 23 سال بعد از پیامبری، 13 سال در مکه، 10 سال و 58 روز در مدینه، اون همه غزوات داشت. یکی از مباحث مهمی را که مطرح کردن این بود که فرمودن یکی از راه‌های رسیدن به سعادت و به نجات فرمودن به نقل فریقین، یعنی اهل تشیع و اهل تسنن. پیغمبر فرمود اگر کسی بمیره، من مات ولم یعرف امام زمانه، کسی که بمیره امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است. یکی از موضوعات مهم است که پیغمبر مطرح کرده. نمیشه آدم مسلمان باشه، پیرو قرآن باشه، پیغمبر الگوش باشه و این بحث را نادیده بگیره. به قدر بحث معدویت در سخنان پیغمبر جدی است. امکان نداره شما خطبه‌ای، سخنرانی از پیغمبر را از اول تا آخر بخوانیم بحث از آقا نداشته باشه. به همین دلیل است که برای سعادت ما، برای پیشرفت ما،
لازم است این بحث دنبال بکنیم. یکی از مباحث قرآن بحث امتحانه. خداوند انبیا را امتحان کرده. شما می دانین حضرت ابراهیم امتحان کرد. و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. امتحان الهی با امتحان ما فرق داره. خب ما نمی دانیم این آقا واقعا مسائل بلده یا بلد نیست. سوال تر میکنیم تا بفهمیم. اما خدا که همه چیز می دانه. این مقوله امتحان الهی را دقت کنیم. خدا نمی دانه حضرت ابراهیم آخرش چی میشه. امتحان الهی برای رشده. برای بنمایش گذاشتن نیروهای بالقوه و به فعلیت رساندن. یکی از ابزار امتحان جامعه بشری و جامعه اسلامی پایبند بودن به این باوره. این اعتقاد به انتظار، اعتقاد به منتظر، اعتقاد به اینی که این دنیا خالی از حجت نیست، از انسانی که با خدا رابطه داره نیست، این جامعه را به یک مسیر ویژه و استثنایی هدایت میکنه. در سخنان پیامبر فراوان این بحث مطرح است. پیامبر فرمود برای مردم، برای امت من زمان فرا می رسد که هم و غمشان فقط شکمشان و ارزش و اعتبارشان به تجملات زندگانی است و دین و آیینشان ثروت و مالشان هست. بدانید که اینان بدترین خلایقند و در نزد خداوند برای آنان هیچ ارزش و ارج و منزلتی وجود ندارد. بعد بارها و بارها اون بزرگ شخصیت را معرفی کردن و فرمودن کسی که مایل است جزو یاران حضرت مهدی صلوات بفرستیم. قرار بگیرد باید منتظر باشد. خود انتظار در همه مسائل انسان را آماده میکنه. وقتی انسان منتظر یک برنامه است، منتظر یک مجلس است، برای رفتن به یک برنامه خودش آماده میکنه، با سایر ساعات و لحظات عمرش فرق داره و اعمال و رفتارش در حال انتظار با تقوا و اخلاق و نیکویی توأم شود. کسی که منتظر از خودش را برای این صحنه ها آماده می کند. به همین دلیل است که دعا، مناجات، ارتباط با خدا یکی از علائم انسان منتظر است و حضرت صادق علیه السلام این بحث را مطرح می کنند. بعد با آیه 62 سوره مبارکه نمل استدلال می کنند. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. اگر قرار است ما صاحب زمین باشیم و زمین را در اختیارمان بگیریم، یکی از راه‌هایش اعتقاد به انتظار است و عمل به شرایط یک انسان منتظر. این موضوعی بود که خواستم به مناسبت آغاز امامت اون بزرگوار بعد از شهادت پدر بزرگوارشان حضرت عسکری و همینطور به مناسبت میلاد وجود نازنین پیامبر خوبی ها عرض بکنم. مسئله دیگری را که لازم میدانم مطرح بکنم، اگرچه هفته گذشته من به اشاره مطرح کردم، این هفته بیشتر و بازتر مطرح کنم. افغانستان یک کشور اسلامی است. الحمدلله تاریخ پرفراز و نشیب و دارای خلاصه برجستگی هایی هم هست، تاریخ داره و دوره هایی از تاریخ این کشور با فرود و سراشیبی و مشکلات هم خلاصه بوده. کشوری هستیم چند قومی
چند زبانی و دارای مذهب و باور مختلف. البته این مؤلفه یا این تعدد زبان و نژاد و خلاصه فرهنگ می تواند از افغانستان یک نمونه بسیار زیبا و دلنشین و در واقع متنوع را به نمایش بگذاره، با رابطه حسنه، با پذیرش همدیگر و با استفاده از این تنوع و در واقع تعدد، همانطور که تاریخ نشان میده در همه تهاجمات که علیه افغانستان شده در طول تاریخ، چه اشغال انگلیسی ها، چه اشغال روس ها و چه تجاوز غربی ها، این اتحاد و همدلی و در واقع همپذیری یک نمایش زیبا از این ملت و از این باور به وجود آمد. اما در مرحله از زندگی متاسفانه ما شاهد بعضی از نکات منفی و در واقع خاطره های تلخ در این کانون در واقع زندگی و این مادر مهربان بودیم. معمولا در جنگ ها، در تهاجمات خوب درخشیدیم، اما بعد از شکست دشمن، بعد از پیروزی، ما شاهد ضعف مدیریت ها بودیم، هم در دوره های گذشته و هم در تاریخ معاصر. ما امیدواریم که من جرب المجرب حلت به این ندامه، و روایت داریم انسان خوشبخت کسی است که از تجربه دیگر ها استفاده می کند. در دوره که پشت سر می گذاریم و الحمدلله تهاجم غربی ها را پشت سر گذاشتیم، این دوره مدیریت از تجربه گذشته ها استفاده بکنه و مدیریت جامع و کامل و با کمترین ضعف را انشالله به نمایش بگذارن. و نکته مهم را که در بحث مدیریت لازم می دانم مطرح کنم، همدیگر پذیری راه بیرون رفتن از چالش است. در هر مقطعی از تاریخ افغانستان وقت این فراز و این نقطه بهش توجه نشده، هم دیگر را نپذیرفتیم، در هر قالبی که بوده، با هر به اصطلاح ویژگی که بوده، ما شاهد افول بودیم، ما شاهد ضعف بودیم. در هر مقطعی که ما پذیرفتیم سعی صدر داشتیم. ما تاریخ وقتی ملاجعه میکنیم، مطالعه میکنیم، در اون دوره قدرت بیشتر، امکانات بیشتر، حاکمیت قویتر و امنیت بیشتر را ما شاهد هستیم. امیدوار هستیم که از این تجربه بیشتر استفاده بشود. و در گزارشی که همه تان شنیدیم، در رسانه هم پخش شد، سخنگوی امارت اسلامی این بحث مطرح کرد، آقای مجاهد، که شوراهای در ولایت ها به حیث واسطه میان نظام و مردم ایجاد شده و کار خواهد کرد، و این شوراها از علمای کرام در ولایت های مختلف خلاصه تشکیل شده و در بعض جاها از متنفذین هم هستن. حالا بعض جاها متنفذین بیشترن، بعض جاها علما بیشترن، و وظیفه این شوراها نظارت است بر عملکرد ادارات حکومتی. و تشکیل این شوراها را ما یقین داریم که هم خوب است و هم نیاز است. منتها نکته ای را که باید توجه بکنیم، در این شوراها حتی در ولایاتی که اهل تشیع بیشتر بوده از متنفذین و از علمای اهل تشیع، انتخاب نشده، و ما این را یک ضعف میدانیم، و این یکی از نمونه های خلاصه
نادیده گرفتن میدانیم و یقین میدانیم که اون چی به صلاح هست او را باید یاد بکنیم. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، تا یک جامعه بزرگ، یک جامعه خلاصه که قابل انکار نیست، یک جمعیت 6-7 میلیونی در این کشور با نگاه کردن، با شنیدن این برنامه ها یقینا خلاصه متاثر می شوند. امید است که مسئولین در اسرع وقت به این مسئله توجه کنند و این صدا به گوش انشالله بزرگان، مخصوصا رهبر و بزرگ و زعیم امارت اسلامی، از طریق صدای این مردم و از رسانه های ملی و جهانی برسد، تا یقین داشته باشیم که به این مسئله توجه شود و انشالله جبران شود. آخرین مسئله ای را که مطرح میکنم، چون مسئله وحدت در همین مناسبت لازم است مطرح شود، مسئله وحدت است، مسئله اتحاد است، مسئله همدیگر پذیری است. از مهمترین مسائل امروز جهان اسلام مسئله همبستگی است. البته فرصتم کم است، ما یک وحدت داریم، یعنی همه یک باور داشته باشند. خب این مسئله وحدت شده نیست، اما فعلا ما دنبال وحدت نیستیم، باید این مسئله را دنبال بکنیم. اما متاسفانه اینقدر دشمنان اسلام برنامه ریزی کردن امروز مسئله وحدت اگر مطرح می شود، دنبال مسئله اتحاد هستیم. وحدت آن است که یگانه باشیم، یک فکر بکنیم، یک مثلا منش داشته باشیم. خب تعارف نیست، ما مسلمان ها در بعضی از مسائل اختلاف داریم، اما اختلافات ما 5%، مشترکات ما 95%. ما نباید این 5% را بگیریم و از اون 95% بگذاریم. ما نباید اون 95% را فدای این 1.5% بکنیم. خدا در قرآن میفرماید پیغمبر به اهل کتاب بگو ما یک مسائل مشترک داریم. قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، خدا را همه قبول داریم، حتی اهل کتاب. در سوره مبارکه آل عمران آیه 64، مسئله اتحاد این است که ما با حفظ عقایدمان، با حفظ خلاصه اختلافاتی که داریم، بیاییم همدیگر را قبول بکنیم. خدا وقتی میفرماید و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، نزاع نکنیم، سست میشین، انرژیتان میره، شخصیتتان، قدرتتان در دنیا کم میشه. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، مثل اینا نباشین. ما خیلی مشترکات داریم برادرها، همین نماز ما یکی از مشترکات ماست. و ما شیعه ایم، امروز در این مصلا این همه جمعیت رو به قبله نشستن و بعد از لحظات نماز جمعه میخوانن. خب در نماز جمعه سوره توحید میخوانن، سوره جمعه میخوانن. خب این یکی از مشترکات ماست. سالانه این همه مسلمان حج میره. خب به این آیه عمل میکنن، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ماه رمضان این همه مسلمان روزه میگیرن. همه ما مسلمان ها از قرآن حرف میزنیم. روزی 5 بار در مساجد ما صدای اذان بلند میشه، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. خب این همه مشترکات داریم، چرا ما روی مشترکات تکیه نمی کنیم؟ متاسفانه امروز عده‌ای از حکام و عده‌ای از افراد به نام عالم عوض اون
که اون 5% رو کمرنگ کنن، هضم کنن، این 95% دارن تحت شعاع قرار میدن. دقیقا آب با آسیاب دشمن میریزن، در حالی که پیغمبر فرمود مثل المؤمنین فی توادهم و تعاطفهم، فرمود مثل مؤمنان در دوستی و در محبت و در همدلی مثل اعضای یک وجود است. نمیشه دست یک آدم درد بکنه چشمش راحت باشه. وقتی دست ما آسیب میبینه چشم ما خواب نداره. باید ما مسلمان ها این طوری زندگی ما نه دنبال بکنیم و مدیریت بکنیم. متاسفیم از بعض تبلیغات، مخصوصا در شرایطی که ما چقدر نیاز به وحدت و نیاز به حمایت و نیاز به قوی شدن و مقتدر شدن هستیم، ما شاهد بعضی از حرفهای واقعا که حرف دشمنه در داخل کشور و در بیرون هستیم. حالا بیرون اگر بگیم فضا فضای بزرگ است، اما در داخل این حرفا واقعا مصیبت است. اینها یک مسیر تاریک و ناهموار را جلب جامعه اسلامی ترسیم میکنه. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن دو گروهی از مردم اگر اصلاح شوند امت اسلام میشود. سنفان من امتی اذا صلحا صلحت الامه. دو گروه اگر اصلاح شدن امت اسلام میشود. و اذا فسدا فسدت الامه، الامرا و الفقها، حاکمان و همینطور دانشمندان. ما امیدواریم که جامعه ما از این نصیحت و وصیت پیامبر بیشتر استفاده بکند. دو عامل اختلاف به وجود می آورد. این عوامل ما دقت کنیم، عوامل بیرونی، عواملی که از ناحیه دشمن است، اینه نمیشه نادیده بگیریم. دشمنان اسلام با استفاده از قدرتشان، از ثروتشان، از رسانه‌شان، از فکر و اندیشه‌شان دنبال ایجاد اختلافه، شک نداشته باشید. خیلی از رسانه‌هایی که به نام شیعه و سنی حرف میزنه، اینا دشمن اسلامه. یک خلاصه رسانه پخش میکنه علی خداست، دروغ میگه، علی بنده خداست، من مخلص علی هستم، شیعه علی هستم، افتخار میکنم به پیروی علی، اما علی را آدم میدانم، بشر میدانم، علی نماز میخوام، علی تربیت شده پیغمبر بود. حالا یک آدمی میاید در یک رسانه میگه علی خداست، خب دروغ میگه. باید او وسیله شود برای اختلاف در جامعه افغانستان؟ او حربه شده برای که به این ملت مسلمان معتقده که صحنه‌های اعتقاد شما در هر لحظه میبینیم نسبت ارتداد و شرک داده شده؟ خب یه حرف دشمنه. یک عده عوامل داخلی داره و عوامل داخلی را باید کنترل کنیم. افغانستان کشوری است با ویژگی های خاص خودش، موقعیت اساس داره، هم در مسائل اقتصادی، هم در مسائل نظامی و هم موقعیت انسانی ویژه داره. ما امیدوار هستیم که بزرگان، علما واقعا بشینیم، حرف همدیگه رو بشنویم، در مجالس با همدیگه گفتگو کنیم. همونطوره که مصری ها بعد از سالها به این نتیجه رسیدن از هر کس نباید مردم حرف شنوی داشته باشه، واقعا از آگاهان حرف بشنوند. خدا هم در قرآن فرمول داده فسألو اهل الذکر، از آگاهان سوال کنیم، این مسائل بزرگ کشورمان را مدیریت کنیم. خدایا به احترام قرآن، به احترام پیامبر،
ما را با قرآن و پیامبر بیش از پیش آشنا بگردان. وحدت، اتحاد، تحمل هم پذیری را بیش از پیش در جامعه ما خدایا جاری و ساری بگردان. فرج آخرین ذخیرت معجل بگردان. خواهران و برادرانی که با حضورشان نماز جمعه این سنگر بیداری و هوشیاری و همدلی و آگاهی را یاری میکنن، عزت دنیا و آخرت نصیبشان بفرما. خدایا نظام ما، مردم ما، کشور ما، حاکمیت ما را از همه خطرات، از همه توطئه ها، از همه دسیسه ها محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.